سلام دوستان خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت های ترفند های پیش و ترفند های آیدی من یه چند وقت خدمتون نبودم یه مدار سرم شلوغ یه ده دقیقه الان وقت گیر آوردم و میتونم اینجا باتون صحبت بکنم یکی از ترفند ها رو میخوام به شما یاد بدم توی پیش بیستون چون خیلیتون سوال میکنید در مورد قشنگی و فونت نمیدونم آیدی و اینا که اینا خیلی برای برنامه مهمه ما بیشتر وقتمون رو روی این آیدی ها و مثلا تکس ایتاره مثل سابلام تکس و اینا دنبال میکنیم بنابراین خیلی مهمه که بتونیم وقتمون رو بذاریم هرچی قشنگتر و خانه ترش بکنیم و اول بذارید این رو بهتون بگم و آخر ویدیو بهتون میگم که چرا سلام شدارم سلام میره در شلوغ خب اینجا نگاه بکنید ما اگه یکی از این فایل ها رو من باز بکنم حالا اینجا یه پروژه هستش که من دارم میسازم این route.php توی لرول uh, هستش اینجا نگاه بکنید این طرز این دو نقطه ها رو اینجا نگاه بکنید و اسلاگ uh, رو اینجا نگاه بکنید اینجا نمیدونم یه خطایی دارم اینا این فلش ها رو اینجا میبینید اینجا نگاه بکنید و یا بعضی موقع که مثلا ما میگیم ریدایرکت بک مثلا ویت میخوام اینو نگاه بکنید اینجا نگاه بکنید این ویت این علامت فلش رو اینجا نگاه بکنید اینا بعضتون شما میگید که این خط فاصله و, و این علامت بزرگتر ساین اینا چیه چرا اینجوری توی پی می نوشته میشه و خب یه فونتی هستش به نام فیرا کود که من اگه به شما نشون بدم بهترین فونتی که من فعلا تونستم ازش استفاده کنم فیرا کود یه فیرامونو هم داریم یه فیراکود این فیرا کود و فیرامونو به علاوه یکی از این فونت های دیگه مثل اسمش اولش هیچ داشت میتونیم اینو تحقیق بکنیم اینجا اگه من تایپ بکنم فیرا کود وی اس یا ورسس اینا هاسکلینگ این هاسکلینگ خب سورس کد پرو رو که دیدید سورس کد پرو که من همیشه ازش استفاده میکردم این لیگ ورژن لیگلچور سورس کد پرو ولی فیرا خیلی قشنگتره به نظر من حالا فیرا رو میتونید به عنوان فونت انتخاب کنید این دو تا فونت فونت های معمولی نیستن این فونت که برای برنامه نویسی ساخته شدن خانه هستن و قابلیت لیگچر رو دارن لیگچر متصابه نه توی سابلم تکست درست نشده ولی وقتی فیرا کود رو انتخاب میکنید این رو فعال بکنید به نام Enable Font Ligature توی فونت وقتی من اپلای رو میزنم اوکی رو میزنم ببینید چه اتفاقی میفته اگر از بالا نگاه بکنید این دو نقطه رو ببینید نزدیکتر شده اگر بیاید پایینتر نگاه بکنید این فلش ها رو نگاه بکنید این همون مساوی بزرگتره ببینید چه قشنگ به شما داره نشون میده این همون مساوی بزرگتره و اینجا نگاه بکنید اگر من بیام تایپ بکنم with ببینید فلشه به چه صورتی به صورت حالت فلش در اومده میچسبه و خیلی قشنگ میکنه اینا توی لرکست و خیلی به جایی جای دیگه که نگاه بکنید توی اونجا لیگچر رو فعال کردم و خیلی خاناتره میفهمید که این داره چیکار میکنه هم مساوی علامت بزرگتره یا مثلا ما میگیم که اگر یه کندشنی درست میکنیم حالا کندشن هم نه اگر میگیم که مثلا سه مساوی سه است خب اگر من دو تا مساوی بذارم چی میشه به این صورت در میاد اگر سه تا بذارم به صورت سه تا خط در میاد میبینید سه سه تا مساوی و این قشنگه یا اگر بگم نامساوی نامساوی اینجوری بود دیگه که مثلا من میگفتم که علامت به مثلا یا علامت تعجب و بعد مساوی خب اینا رو من بغل هم بکنم میشه نامساوی ببینید یا اگه من مثلا دو تا موس... اینجوری قرار دادم دو تا نامساوی اینجوری بود دیگه اگه اینا رو بغل هم بذارم میبینید سه تا خط وسطش یه از این چیزا برمی‌گردن بس این حالتی که شما میتونید اعمال بکنید و یه توضیح دیگه هم در رابطه با این چیز بدم توی جنرال اگه ما بریم توی کود ستایل که هیچی توی بذارید بگیم بریم داخل کالرز هم فونت همینجا خب نگاه بکنید من از این امر متریال استفاده کردم ولی خب اینو من در دست شما قرار ندادم هنوز شما از متریال دین میتونید استفاده بکنید تغییری که روی این میتونید انجام بدید اینه که میتونید برید داخل کانسول هاتون من کانسول رو کردم یه رنگ مثلا شب نمایی به این صورت دیگه توی PHP توی HTML رو من تغییر دادم فقط HTML اینا که قرمز رنگ برای شما توی فصل چیز این تگا قرمزنگ من نارنجیش کردم اینجوری برای من راحت تره و اینا برای شما این رنگ سبز کمرنگه من اینا رو سبز پر کردم و اینا رو زرد کردم دیگه کار خاصی نکردم همینه هیچ فرقی نمیکنه و اینم از این و در آخر هم که فعلا درست این ویدیو بسته ولی در آخر خواستم اینجا به شما بگم که من الان فعلا دارم یه وبسایت درست میکنم برای یک رستوران به اسم جوان و به صورت شاپینگ کارده اینو سعی میکنم چیز بکنم برای شما به شما نشون بدم و خیلی از کوداش رو با هم کار بکنیم خیلی از مپس های لراول رو کاور نکرده راستی اینجا رو خواستم بهتون بگم که لراول 5 اومده خیلی لرول هر روز داره بهتر از قبل میشه و این باعث میشه که برنامه نویسایی که مثل به لرول علاقه دارن همینجوری بمونن مثلا الان اگه ما تایپ میکنیم پی اچ پی آرتیسان میدونید که این دستورا میاد بالا من خیلی از این دستورا رو به شما یاد دادم مثل ایونت و تمام این چیزایی که مک درست کردن رو یاد دادم و کیو حالا خیلیاتون سوال میکنید که من چطوری میتونم هاست بکنم لاراول رو در مورد صحبت خواهم کرد این فقط طرفند پی اچ پی ستون بود که خواستم به شما بگم ولی خیلی از جا هستش که میتونید لاراول رو هاست بکنید یکی از جاهاش اسمش از لاراول فورج خب که اگه تو ایران هستید نمیتونید از این آپشن استفاده بکنید چون این کردیت کارت میخواد کردیت کارت بین المللی میخواد که 10 پوند 10 دلار در ماه هست. خیلی گرون نیست ولی این سرور نیست این کارهایی که با سرور میخواید انجام بدید رو انجام بده برای شما فورج در از باید یه چیزی مثل دیجیتال اوشن داشته باشید قابلیت های مثل دیجیتال اوشن هستش که مثلا میبینید که اینجا سرور هستش سرورتون رو به شما میده و شما اینجا میتونید پیس بکنید ای رو که با فورج کار بکنه دیگه لینود هست لینود به این صورت لینود رو درست نداشتیم اینجوری این لینود هستش که اینم اینم آپشنی هستش که خیلی خوبه دوباره دیگه نمیدونم فورت رابیت هست فورت رابیت واقعا عالیه ولی خیلی گرونه خیلی فنسی درستش کردن میبینید که رنگ بنفش نمیدونم از اینجور چیزا پرایسینگش رو نگاه بکنید برای یه سروری که 128 مگاوات مموری داره 8 دلار شارژ میکنه ولی برای شما یه چیزی به این صورت لازم داره 40 دلار در ماه زیاده برای یک سرور PHP خب من میرفتم یک روبی اپلیکیشن درست میکردم ولی هروکو هم هست هروکو رو بهش میگن پلتفرم از ا سرویس یا p a ای s اس و یکی داریم به نام پلتفرم از ا سرویس از سرویس یکی هم به نام داریم Cloud از ا سرویس حالا نمیدونم اشتباه کرده باشم یا نه پلتفرم از ا سرویس اینجاست یا p ای a اس هروکو پلتفرم از ا سرویسه و اگه تایپ بکنید مثلا Heroku VS Digital رو یعنی هستش که خودتون باید انجام بدید مثلا بگید Heroku VS Versus Digital Ocean اگه بدید توی چیزایی مثل Quora, که کسایی که تو کورا شرکت میکنن جواب درست حسابی میدن نگاه کن Heroku ای ولی نگاه بکن Digital Ocean آهان اینجاست اس یا Infra infrastructure as a service PaaS یعنی پلتفرمی خودش آپدیت میکنه Heroku ای فرقش اینه که وقتی میرید تو هروکو شما اپلیکیشنتون رو دیپلوی میکنید خب وقتی دیپلوی میکنید تو اپلیکیشن تو هرکو هروکو سیستم خودش آپدیت میکنه دیتابیس خودش آپدیت میکنه فردا اگه پی اچ پی هفت اومد خودش آپدیت میکنه خیلی کار دیگه رو خوش انجام میده یه مقدار گرونه ولی دیجیتال اوشن سرور به شما میده یه فضا به شما میده بعد خودتون لینوکس رو توش بریزید بعد دیتابیس مایسکیو رو توش بریزید PHP رو توش خودتون پیاده بکنید نمیدونم سوپروایزر رو خودتونش پیاده بکنید خیلی رو توش خودتون پیاده بکنید فردا اگر اون سرویس عوض شد بعد خ... مثلا یا PHP 7 اومد PHP 8 اومد خودتون باید آپدیتش بکنید ولی هرکو اینجوریه این سرکو خودش این کار کارو انجام میده و من هرکو رو واقعا قبول دارم خیلی خوبه گوگل کلاود آمازون هم آپشن‌های دیگه هستن گوگل Cloud خیلی گرونه من امتحانش کردم ولی آمازون واقعا آپشن خوبیه که اونها یه مقدار مهارت کلاود یا کلاود میخواد کلاود اونایی که یه رشته دیگه است رشته حتی جدا از سافت ور هست یعنی مهندسی نرم افزار جدا از کلاود انجینیرینگ هست کلاود انجینیرینگ خیلی پیچیده است خب اگه من نگاه بکنید این اپلیکیشن رو جوان پیاده کردم نگاه بکنید من یک کلیر دی بی دارم اینجا فعلا هیچ در ما پول نمیدم ولی اپلیکیشن رو خیلی مثلا چیز میکنه سلو میکنه ولی نگاه بکنید یک وب داریم اینجا و دو تا چی داریم داینو فورمیشن داریم یکی پی اچ پی کیو لسن شما برای کیو هاتون اگر میخواید یک کاری انجام بدید این کیو ها خب بعد سرور ران باشه کیو رو درس شده دادم دیگه یعنی بعد گوش بده ببینه شما چی میخواید اجرا بکنید وقتی شما اون چیز رو اجرا کردید چی میشه بعد یک ورکر ایران باشه PHP اچ پی listen کیو لسن. خب و این و بالای اپچی تو یه سرور اپچی 2 اینا دونه رو هم دیگه میشه 14 دلار یعنی دو تا 7 دلاره اگه من برم داخل ریسورسز خب اینجا نگاه بکنید میبینید که من یه وب ورکر دارم یه دونه PHP اچ پی دارم هرکو یه پک پاک فایل میخواد که اونم به شما نشون میدم نگاه کنید. اگر من اینو فعال بکنم اگه بگم آپگرید کنم upgrade to free خیلی آرومه مثلا نگاه بکنید الان شما برید داخل javanrestaurant.co.uk مثلا این اپلیکیشنی ای یکی که, که من دارم ببین چقدر آرومه این به خاطر نیستش این که اینترنت من ضعیفه این به خاطر اینه که من پولی به هروکو نمیدم هروکو میگه بیا به من پول بده که من اینو سریعترش بکنم و این اپلیکیشنی ای هست که من دارم میسازم دیزاینر نیستم ولی از فلت بوت ها استفاده کردم اینم و خیلی چیزای دیگه ولی بعضی موقع که مثلا کاستمر میره ریزرو میکنه مثلا شما توی رستوران هستید یه بوکی رو ریزرو میکنید یا یعنی یه بوکی رو یه تیبلی رو بوک میکنید وقتی اسمتون و آدرستون اینا رو میدید میک میکنید منی که مثلا به عنوان منیجر توی رستوران کار میکنم باید یه کاغذی چیزی از توی هم بیاد بیرون که بفهمم که یک نفر بوک کرده این کارو بهش میگن به صلاح چی کنفیرمیشن کنفیرم confirm کردن یه ایمیل برام میاد من یه لیسنر درست کردم برای ایمیل که وقتی ایمیل میره به منیجر منیجرم اونجا تو دستگاهش تو رستوران یه دونه لیسنر دیگه داره یا یه دونه به اصطلاح داره به نام حالا اوتلوک داریم اوتلوک ماکروس اوتلوک که گوش میده هر ایمیل جدیدی اومد پرینتش میکنه به همین راحتی اینا طرز فکر میخوام بگم طرز فکر اونایی هستش که مهندس نرم میخوان مثلا یه اپلیکیشنی بسازن که مثلا من تالا با پی کار نکردم پوینت آف sale یعنی رستوران دیدید که مثلا کردیت کارت بهش وصل هستش سیستمش سیستم وب نیستش سیستم کامپیوتره و شما باید تیبل ها رو اونجا ریزرو کنید اون کار من نیست من مدرس پی نیستم یا پوینت آف sale نیستم ولی میدونم چطوری راش بندازم چون دیگه همه کارمون کامپیوتره این از این و خب گفتم حالا اینجا رو داشتم میگفتم هابی رو اگه من بکنم 7 دلار یا 7 دلار در ماه خب اگه من سیو بزنم اینجا 7 دلار در ماه فقط برای سرور من میگیره خب و اینجا نگاه بکنید PHP Artisan Q اگر من Q هم بخوام بعد برم این رو چکار بکنم فعال بکنم کنفیرم بکنم و اینجا نگاه بکنید میشه دو تاش رو هم دیگه میشه 7 دلار بعد نیست من گفتم 14 دلار ولی اینجا نگاه بکنید MySQL من هنوز فریه که اگه من بیام ادیت بکنم این رو بکنم مثلا 9 دلار در ماه 9 دلار در ماه یعنی 10 دلار در ماه الان میشه چی اگه من بزنم پانچ نگاه کن 16 دلار میشه در ماه کلا توتال ما میشه و خب بعد نیست یه اپلیکیشنی که واسه رستوران باشه اینجوری بد نیستش 16 دلار در ماه یه چیزی در 10 پوند میشه ولی بازم میتونید از فورج استفاده بکنید 20 دلار در ماه برید یعنی 15 دلار در ماه برید 5 دلار به دیجیتال اوشن 5 دلار 10 دلار هم به فورج بدید که یه جورایی هم سازنده پیچ سازنده لاراول رو ساپورت کرده باشید مثل تیلر جفری و اینا اونجوری خیلی خوبه و میتونید چیکار بکنید ازش استفاده بکنید خوبیش اینه که شما 10 تا کیو هم و کیو ورکر هم ران بکنید اجرا بکنید چی مثلا پول از شما نمیگیره پول اضافه نمیگیره حالا نگاه بکنید اگر من اینجا برگردم اینجا هر چیز... چیزی رو من اجرا بکنم اینجا بزنم کمیت ببین الان یه مقدار فایل دارم اینجا که کمیت نشده کمیت بزنم میره داخل گیت ها گیت ها و بعد هروکو پول میکنه دیگه من اصلا نباید هیچ کاری انجام بدم من رو کامپیوترم تغییر که خواستم انجام میدم فقط باید بیام اینجا استفاده کنم در مورد هروکو و در مورد اینا خیلی صحبت خواهم کرد اینجا میبینید که آپشن دیپلوی داره و میبینید که به گیت هاب وصله شما میتونید اپلیکیشن تو دو دراپ باکس هم اجرا بکنید اصلا نمیخواید تو دراپ باکس اجرا بکنید داخل کامپیوتر خودتون میخواد اجرا بکنید هروکو uh, گیت داریم که اونم میتونه انجام بده من هر کاری انجام بدم اینجا میتونم دیپلوی رو بزنم یا اصلا نمیخوام دیپلوی رو بزنم اگه بزنم اتوماتیک دیپلوی خودش از پول uh, پول میکنه از گیت اینم از این خواستم شما رو آپدیت بکنم و خیلی سرم شلوغ این چند روزه ولی سعی میکنم به زودی برگردم و لراغل رو اجرا بکنم میخوام یه سری آموزش های جدید در رابطه با لراغل پایم, مم، پایم سه بذارم یا 5.3 بذارم و همینجور روبی ران ریز رو 5 اینو در رابطه صحبت نکردم روبی آن ریز 5 خیلی پیشرفت کرده روبی آن ریلز و هر روز و هر روز داره بهتر میشه روبی آن ریز خیلی معروفه نگاه بکنید 5 پنج، پنجش سی جون اومده و اینجا خودش سازندش دی خودش داره در رابطه باش صحبت میکنه میبینید که خیلی قشنگ کرده این رو پس فعلا